همزمان با کاهش مناسبات تجاری آلمان و روسیه در پی تجاوز روسیه به اوکراین، آلمان با از دست دادن یکی از مهمترین تامین کنندگان انرژی خود یعنی روسیه با یک چالش جدی روبرو شد. اما با گذشت یک سال و نیم از شروع بحران انرژی، دولت فدرال آلمان اعلام کرد که دیگه جای هیچ نگرانی وجود نداره. رابرت هابک، وزیر اقتصاد این کشور، روز یکشنبه با انتشار پیام ویدئویی از کنترل بحران انرژی خبر داد. Und wir haben das Schlimmste abgewehrt. ما توانستیم بحران انرژی را کنترل کنیم و مخازن گاز را از سوخت پر کنیم. قیمت‌های برق و گاز سیر نزولی پیدا کرده. اقتصاد ما سریع‌تر از تصور ما رشد کرده و نه تنها سقوط نکرده، بلکه سیر سعودی داشته. بنابراین ما می‌توانیم با برآمدن از پس این بحران کمی به خودمان افتخار کنیم و ما این موفقیت را مدیون شهروندان و تمام کسانی هستیم که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردند. قانون‌های جدیدی که در پارلمان نوشته شد و همچنین قانون‌های قدیمی که در پارلمان‌های تمامی ایالت‌ها لغو شد. هابک همچنین از شهروندان خود خواست که نسبت به نصب سیستم‌های جدید گرمایشی نفت یا گاز عجولانه تصمیم نگیرند. او گفت که هنوز برنامه مشخصی برای تامین مالی تغییر این سیستم ها تصویب نشده. اشاره تلویحی وزیر اقتصاد آلمان به گفته های کریستیان لیندر، وزیر دارایی این کشور، به پرداخت پاداش بر اساس سن سیستم گرمایشی قبلی بود. کشورهای اروپایی از جمله آلمان پس از حمله نظامی مسکو به اوکراین که در فوریه 2022 صورت گرفت، تا حد قابل توجهی واردات گازی خود را از روسیه کاهش دادند. آلمان ترجیح داد نیروگاه‌های زغالسنگی خود را دوباره به کار بیاندازه و دومین پایانه گاز طبیعی مایع را راه اندازی کنه، اقدامی که تونست وابستگی گازی یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی اروپا را نسبت به روسیه کاهش بده. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانفر.